این آزادی در کنارش برای این که همه سهم داشته باشد شرایط دارد، محدودیت های دارد. این واژه یعنی این کلمه آزادی از اون کلمات است که باید به درستی معنا شود و به درستی فهمانده شود. متاسفانه عده‌ای این کلمه را به اسارت بردن و جامعه انسانی را دارن می فریبن. سر مردم به تعبیر معروف کلا می گذارن، به نام آزادی سلب آزادی می کنن. آزادی حقیقی همون آزادی است که اسلام معرفی کرده، ولقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا الله، ما پیغمبران را فرستادیم مردم بنده خدا باشند، واجتنب الطاغوت، از طاغوتیان اجتناب کنند. امروز ما آزادی را به حقیقتش میپذیریم، آزادی بیان، آزادی عقیده، آزادی انتخاب، اینها از مقوله های است که اسلام قبول دارد و قرآن میفرماید لا اکراه فی الدین. عقیده ای را بر کسی به اجبار، به زور تحمیل نکنید. لا اکراه فی الدین، این آزادی واقعی است. در این حال که کسی نمیتواند عقیده ای را بر کسی تحمیل کند، از اون طرف قرآن میگوید هر کس هر انتخاب دارد آزاد است، اما نتیجه انتخاب ها را باید بپذیرد. نمی شود انسان یک چیزی را بپذیرد و نتیجه را نپذیرد. می آییم سراغ ماجرایی که روز شنبه اول هفته در سویدن توسط یک عده انسانی که به ظاهر خودشان را طرفدار آزادی می دانند و در حقیقت واقعا جاهلند، واقعا از خرد بهره ندارند انجام شد. یک شهروند سویدنی دانمارکی، خوب است ایره بشناسیم، یک کسی است اهل دانمارک، دنبال ماجرا است، آمد تبعیت یا تابعیت سویدن گرفت برای که در سویدن اونجا از آزادی استفاده بکنه و در مقابل این همه طرفدار قرآن به قرآن به احترامی بکنه. متاسفم که یک همچنین انسانی بی ارزش مورد حمایت مسئولین سیاسی و اداری کشور قرار میگیره. ای آقا از مقامات سویدن مجوز گرفت. آقای راسموس پالوان، فعال سیاسی و وکیل سویدنی دانمارکی که این کار انجام داده، انگامی که قرآن را روبروی سفارت کشور اسلامی ترکیه آتش زد، نیروهای محافظ سویدن از او داشتن حمایت میکردن. این بسیار حرکت جاهلانه است. در مقابل 2 میلیارد انسان کتابی را به احترامی میکنه که این کتاب شعارش این است هر کس ما را قبول نداره، و این کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورة من مثله، برین یک سوره مثلش بیارین. اگر با قرآن مبارزه میکنین خودش راه مبارزه را یاد داده، یه سوره مثل قرآن بیارین. اینه که قرآن شما آتش بزنین، این کمال جهالت است، این کمال بیخردی است. قرآن دعوت به مناظره میکنه، شما آتش میزنی، جای شرم است، جای خجالت است، از همجنس بازی جلوگیری نمیشه. چرا میگوین آزادی است؟ یه عده نااهل، تعدادشان خیلی کمه در کشورهای غیر اسلامی، اونا میگن ما طرفدار این مقوله هستیم، میگن آقا اینا آزادن. اما قرآنی که این همه مسلمان قبول دارن،
این همه خردمند در مقابلش کرنش کردن در کشور مثل سوئدن، این قرآن مورد بی‌حرمتی قرار میگیره. اگرچه وزیر خارجه سوئد یا سوئدن در اون نوشته ای که خودش بیرون داد گفت که این اقدام تحریک کردن تکان دهنده دشمنی با اسلام است. دقیقاً وقتی به قرآن مسلمان ها به احترامی میشه، این معناش اینه که کفر با همه کلیتش در مقابل همه اسلام قرار داره. ما متاسفیم و متاثریم که به نام آزادی بیان، به نام دموکراسی، این گونه جامعه اسلامی را مورد خشم و مورد ظلم قرار میدهند و به این همه اعتقاد پاک و راسخ و اصیل به احترامی میشه. این یک بخش قضیه. همه ما با قلب جریحه‌دار و با منطق رسا در مقابل این جهالت به ظاهر آزادیگونه عکس العمل خواهیم داشت و نفرت و انزجار من را در مقابل حامیان این گونه آزادی ابراز خواهیم داشت و اعلام میکنیم ما طرفدار حقلانیتیم، طرفدار حریتیم در مقابل بیخریدی ها و نافهمی ها و کج اندیشی ها همیشه بیدار و استوار خواهیم ماند.